آیا هیتلر شطرنج باز خوبی بوده؟ با من همراه باش تا این مسئله رو با هم بررسی کنیم. سلام. خوش اومدید به چستراپیس. توی این ویدیو قرار بازی بین ولادیمیر لنین و آدولف هیتلر رو توی سال 1909 با هم بررسی کنیم که این بازی توی شهر وین اتریش اتفاق افتاده. قبل از که بریم سراغ بازی میخوام این تصویر رو ببینید که مربوط به این بازی بین هیتلر و لنین هست. این تصویر رو به خاطر داشته باشید آخر ویدیو با این تصویر کار داریم همونطور که خیلی یادتون میدونید ولادیمیر لنین رهبر اتحاد جماهیر شوروی بوده و جزء سیاستمدارهای تاپ اون موقع بوده یعنی ما نبرد دو سیاستمدار خیلی قوی همچنین دو رهبر خیلی قوی رو قراره توی این بازی ببینیم و اینکه بدون حرف اضافه بریم سراغ این بازی توی این بازی ولادیمیر لنین با مهره سفید بازی میکنه و آدولف هیتلر با مهره سیاه بازی میکنه. لنین بازی رو با حرکت ای چهار شروع میکنه. خب حرکت های زیادی برای سیاه وجود داره اما به نظرتون هیتلر اینجا چه حرکتی رو بازی میکنه؟ هیتلر آشیش بازی کرده. این پیاده خودش رو رونده. اوکی؟ لنین حرکت D4 رو بازی میکنه حرکت خوب پیاده خودش رو توی مرکز قرار میده و خونه مرکزی رو داره کنترل میکنه و هیتلر اینجا حرکت B5 رو بازی کرده مشخصا شاید شطرنج رو بلد باشه قوانینش رو بدونه اما قطعا از گشایش و شروع بازی چیزی سردر نمیاره لنین اسب خودش رو به خونه ای گذاشته گسترش اسب و حرکت ایشیش از طرف هیتلر بازی شده همچنان داره پیاده های خودش رو میرونه فیل دیسه و حرکت پیاده به خونه سی پنج از طرف هیتلر بازی شده حرکت چهارم بازی هستیم هنوز هیچ مهره ای رو گسترش نداده هیتلر و فعلا داره با پیاده های خودش بازی میکنه اوکی خب اینجا تهدید هم وجود داره اگر که پیاده رو نزنه پیاده رونده میشه و به فیل میتونه حمله کنه به همین خاطر اینجا حرکت خوب حرکت سیسه هست اگر خواست پیاده رو بزنه از پیاد، پیاده بعدی رو توی مرکز قرار میدیم و اگر خواست پیاده رو برونه خونه سیدو برای فیلمون خالی شده اما اینجا لنین تصمیم میگیره پیاده رو بزنه که همین باعث میشه هیتلر فیل خودش رو گسترش بده توی بازی و لنین هم توی این وضعیت قلعه رفته فیل بیهف از طرف هیتلر فیل خودش رو هم فعال میکنه و توی بلندترین قطر بازی قرار میده میبینید که هیتلر الان دو فیل خیلی خطرناک داره اما فقط دو فیل خطرناک داره چیز دیگه ای توی بازی هنوز نداره وزیر ایدو از پیاده دفاع میکنه احتمالا برنامهش اینه رخ رو هم توی ستونی قرار بده که وزیر سیاه قرار داره توی حرکت بعد هیتلر حرکت وزیر بیشیش رو بازی کرده که حرکت بهتر احتمالا گسترش این اسب بوده چون امروزه این وزیر توی خونه بیشیش دیگه نمیره و خونه مناسب توی این گشایش برای سیاه اینه که وزیر رو خونه سی هفت بذاره و میبینید هنوز امنیت شاهش رو برقرار نکرده قلعه هم نرفته توی بازی لنین پیاده خودش رو به خونه ا4 رونده میخواد به پیاده سیاه حمله کنه ساختار پیادهش رو به هم بریزه اینجا بهترین حرکت برای هیتلر این بوده پیاده رو برونه و میبینید این اسب دیگه توی این خونه ها نمیتونه گسترش پیدا کنه باید از خونه دی دو گسترش پیدا کنه و ساختار پیاده ای رو هم میتونسته حفظ کنه اما هیتلر تصمیم میگیره پیاده رو بزنه لنین اسب خودش رو گسترش داده توی بازی به پیاده حمله میکنه و توی این لحظه پیاده خودش رو هیتلر میرونه و به این فکر میکنه که اگر که با پیاده پس بگیره اوکی حالا پیاده های متصل هم اینجا دیگه سفید نداره و همینطور میتونه به این پیاده بعدن حمله کنه اما حرکت خوب اینجا وجود داره برای لنین حرکت خوب برای ولادیمیر لنین اینجا حرکت اسب آ چهار بوده میبینید این اسب همزمان داره هم به این فیل هم به این وزیر حمله میکنه اما چرا وارد این شاخه نشده به نظر من اینجا لنین با خودش فکر کرده اگر این حرکت رو انجام بده پیاده رو هم میزنه و اگر که بخواد وزیر رو بزنه رخ رو میزنه و وزیر میکنه اما توی این شرایط نیازی نبوده که وزیر رو بزنه میتونسته با فیل پیاده رو بزنه و مهمتر از همه این فیل دفاع داره و همچنان این اسب داره به این وزیر حمله میکنه وزیر باید جا به جا بشه فرقی هم نمیکنه کجا بره مثلا وزیر به خونه سی هفت بره توی حرکت بعدی پیاده رو میزنه و توی حرکت بعد رخ سیاه از دست میره توی بازی و این وضعیت به نفع لنین بوده اما این شاخه رو وارد نشده و تصمیم گرفته حرکت پیاده در آسه رو بازی کنه وزیر آب پنج بازی کرده هیتلر حمله به این اسب با فیل از اسب خودش دفاع کرده و میبینید که هیتلر هنوز قلعه نرفته توی بازی و امنیت شاه خودش رو برقرار نکرده اسبهای سیاه هم که مهرههای مهم و کلیدی سیاه هستن هنوز گسترش پیدا نکردن توی این لحظه اسب خودش رو به خونه F6 گذاشته احتمالا میخواد قلعه بره اما اینجا حرکت E5 برای سفید وجود داره و بهتر بود که این اسب به خونه E7 میومد دیگه اون موقع E5 نمیتونست بکنه لنین اما اسب به خونه F6 اومده پیاده به اسب حمله کرده و اینجا خونه های خوبی اسب سیاه نداره بهترین خونه رو هم پیدا کرده خونه D5 اسب ها رو توی بازی تعویز کردن دو بازیکن کن و میبینید که جناه شاه الان هیچ مهره وجود نداره و تمامی مهره های سیاه توی جناه وزیرن این رخ هم کاربردی فعلا نداره لنین با اسب به جناه شاه حمله میکنه وزیر رو برگردونده هیتلر حمله به اسب حالا وزیر خودش رو هم به حمله دعوت کرده لنین از اسب داره دفاع میکنه حرکت اچ 5 حمله به وزیر وزیر اومده به خونه جیسه و اچ 4 دوباره به وزیر حمله کرده اما این وزیر میتونه برگرده و پیاده شما دیگه نمیتونه به عقب برگرده پیاده داره به جلو میره و الان دیگه تهدیدی هم برای وزیر وجود نداره احتمالا اینجا بهترین حرکت هم حرکت اچ بوده که ساختار پیاده ای سفید رو به هم بزنه بزنه جلوی شاش باز شده برونه هم این فیل خیلی خطرناک میشه و ضعف داره سفید توی این پوزیسیون اگه با اسب هم بزنه که حملش فعلا عقب میفته از حمله ای که داشته لنین اما اینجا آدولف فیتلر تصمیم میگیره حرکت جیشیش رو بازی کنه که به نظر میاد یه حرکت دفاعیه که جلوی فیل رو میخواد بگیره اما حرکت اشتباه فاحش بوده و ازتون میخوام توی این لحظه ویدیوی خودتون رو استوب کنید و حرکت تمام کننده ولادیمیر لنین رو پیدا کنید توی این لحظه ولادیمیر لنین با اسب زده توی پیاده و رخ و وزیر رو توی بازی چنگال کرده اینجا بهترین حرکت برای سیاه این نیست که اسب رو بزنه اگر اسب رو بزنه که زده توی بازی متو... متاسفانه مات در هش حرکته بهترین حرکت اینجا حرکت وزیر به خونه بیشیش بوده رخ رو میزنید اوکی اینجا هم سیاه فیل رو میزنه یه قربانی تفاوت داده اما همه چیز اینجا تموم نمیشه حمله های خیلی خطرناکی و سفید داره این پیاده زیر ضربه زرب... اما راه های فرار هم برای سیاه وجود داره درست مهر عقب میفته اما این شاه میتونه فرار کنه و خودش رو به جای امن برسونه اما آدولف فیتلر اینجا تصمیم گرفته که اسب رو بزنه و شما باید ادامه این حرکات رو هم میدیدید اگر حرکت اسب در F7 رو دیدید که قربانی اسب بوده اینجا سفید با وزیر نمیتونه بزنه اگر که با وزیر بزنه وضعیت کاملا مساوی میشه حالا شاید بگید چرا چون بعد از حرکت شاه F8 توی بازی سفید هیچ کیش دیگه ای نداره و سیاه کاملا در امانه و این وضعیت مساویه یه اسبم عقب هست سفید اما به خاطر اینکه امنیت شاه سیاه خوب نیست وضعیت مساویه و توی این لحظه باید حرکت فیل در G6 رو سفید بازی میکرده که ولادیمیر لنین این حرکت رو پیدا کرده توی بازی و قربانی اسبش هدفمند بوده شاه خونه های خوبی برای رفتن نداره قطعا دلش نمیخواد به خونه ای هفت بیاد چون بعد از کیشی که با وزیر میتونید بدید شاه باید جا به جا شه و وزیر سیا از دست میره و وارد این شاخه قطعا نمیشه شاه رو به خونه جی هفت برده حالا کیش برخواست داده الان وزیر شاه رو کیش کرده شاه به خونه F8 رفته. حالا اینجا جاییه که وزیر میتونه دوباره به شاه کیش بده. شاه به خونه G7 رفته و بعد از حرکت وزیر F7 کیش. آدولف فیتلر از بازی انصراف داده چون تنها ای که شاه داره خونه H6 و توی حرکت بعدی هم مات میشه به همین خاطر توی این لحظه آدولف فیتلر از بازی انصراف داده اما به نظرتون این بازی واقعی بوده یا نه اول ویدیو یه عکس بهتون نشون دادم دوباره اینجا میذارمش این عکس مربوط به سال 1909 بازی بین آدولف فیتلر و ولادیمیر لنین شایعاتی وجود داره که این بازی فیک بوده و هیچ وقت اتفاق نیفتاده یکی از این شایعات اکسیه که کنار این عکس الان براتون قرار میدم و این بازیه ولادیمیر لنین توی سال 1908 بوده یعنی یک سال قبل از این بازی میبینید لنین وسط موهاش خالی بوده اما یک سال بعد چطور موهاش پرپش شده یکی از شایعات اینه چند تا شایعه دیگه هم وجود داره که نشون میده این بازی فیک بوده اما خیلی ها به این اعتقاد دارن که این بازی فیک نبوده و بازی برگزار شده نظر شما چیه؟ نظرتون رو توی کامنت ها برام بگید یا اگر اطلاعاتی نسبت به این بازی دارید با من در میون بذارید ممنونم که تا آخر این ویدیو با من بودید اگر از این ویدیو خوشتون اومد خوشحال میشم ویدیو رو لایک کنید و اگر به شطرنج علاقه مندید کانال رو سابسکرایب کنید تا جامعه شطرنجیمون گسترده شه من کیانم و توی ویدیوی بعدی میبینم اتون.